سلام، نجیب الله هستم، یک تن از دکانداران ولایت بادغیس. در این بخش پرزجات چیزها سر تکنیک سر کار دارم و در این ولایت زندگی میکنم. بادغیس یکی از ولایاتی است که خود شما میفهمید ولایات تقریبا درجه سه گفته میشه از نگاه درجه بندی ولایات. یک ولایت تقریبا نسبت به ولایات کابل و قندهار و مزار اینا کمک مندتر بگم هست یا دور افتاده‌تر است. خب مشکلاتی هم در این ولایت خود زیاد است. ولایت از نزدیک شما میبینین، ولایت به اندازه ولایت زیاد کلان نیست. ولایت است که دوردست واقع شده و از در سابق و حال هم از طرف مرکز توجه کمتر در این ولایت صورت میگیره. از رسم و رواج مردم بادغیس برای ما بگویم، ایده چگونه تجلیل میکنن؟ ایده نظر به همون کلتور و فرهنگ که از سابق مانده در افغانستان که همون سفره اید است و روز اول اید نماز اید ادا میکنن مردم در مراسم خاصی که دارن، مراسم مذهبی که است، و در ضمن از که همون سفره اید و سه روز اید دید بازدید دارن به شکل بسیار عنعنوی و همون رسم و رواج و کلتور سابقه ای که وجود داره مردم دید بازدید میکنن از هم دیگر، بسیار با یک خوشحالی خاص تجلیل میکنن در روزهای اید، در اید ماه مبارک رمضان. البته در عید قربان این مسائل کمک تفاوت با این داره که مردم قربانی دارن، او هم به همون شکل سر روز ایش نماز عید خوانده میشه، عید تجلیل میشه، با تفاوتی که مردم قربانی دارن. قربانی یک چیزی هست که از نگاه مذهب و یا دین اسلام چیزی که رواج است، مسلمان ها همه جا رواج است که مردم قربانی میکنه و در روز اول عید مردم بعد از اینکه نماز میخوانن میان همون گوسفند یا هر چیزی که دارن در راه خدا قربانی میکنن. کوشش میشه از این خو یکی از خصوصیات عید که قبلا عرض کردم همی است که مردم کوشش میشه در روزهای در کسایی که با هم دیگر دق هستن، آزرده هستن یا کدورتی دارن، کوشش میشه که رواج جمعی است مردم اینا رو ببرن در روزای عید در خانه یکی دیگه به اصطلاح اینا رو آشتی بتن و با هم دیگر مصاف بکنن و با هم کدورتی که دارن دور بکنن. خصوصا در روزای عید این مسائل زیادتر رواج داره. در غیر از هم کسایی که با هم دیگر کدام مشکلی دارن، همسایه‌ها، نزدیکا، موی سفیدای محل، بزرگا، اقارب نزدیک، کوشش میکنن که اینا رو با هم دیگر ببرن و از نزدیک بشونن و اگر مشکلی هست با هم دیگر در میان بگذارن و همو کدورت و مشکلات مردم رفع بکنن. بادغیس مشکلات زیادی داره. یک از جمله مشکلات های اساسی که مردم داشت که کار سرک حلقوی هرات بادغیس بود که در قبلا این کار بود نیمه ماند. با تحولی که پیش آمد این کار خود شما شاید در جریان راه اگر آماده باشین متوجه شده باشین، قسمت های راه دره لامان و بعد سبزک و قرمنطقه، یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم عبور مرور از این مردم بادغیس با هرات زیاد است. یگانه مشکلی است که خواست مردم البته همین چی است که اگر همین قسمت هایی که خامه مانده این پخته شوه و این یک بزرگترین خدمت یه. چون اینجا امکانات صحی زیاد در بادغیس نیست. یک مشکل عمده دیگه هم این است که ما امکانات صحی نداریم، با اندکترین مریضی ما مجبور به هرات مراجعه بکنیم و جریان رام خامه است. یک مریض تا به هرات میره در جریان همین راهی که شما دیدین اومدین امکان داره بعضی مریض به مراتب بدتر شوه انتقال بخوره تا به هرات. یک از مشکلات اساسی مردمه که اگر این کام داشته باشه یک از نهادهای بین المللی یا خود دولت توجه بکنه به ارتباط که با یکی از شرکت ها دیگه و دیگه توجه بکنه و همه کار نیمه ای که قبلا باقی مونده و این را اگر بتونن همه تکمیل بکنن، یکی از بزرگترین خدماتیه و یکی از بزرگترین مشکلاتیه که در راه است. در بخش انتقالات یا ترانسپورت در بخش صحی ما مشکلات زیاد داریم. مشکلات به خاطر که دکتر متخصص نداریم، کلینیک مجهز با همه امکاناتی که امروز در دنیا وجود داره ما بسیار محدود داریم. خیلی مشکلات مردم ما اطرافی است. مردم ما که هست زیادتر در اطراف با کشت با اصطلاح بگم با مردم مالدار و زراعتی، یعنی با مالداری و زراعت مصروفند. مردم در داخل بازار از نگاه خارجی یا بزنس یا به اصطلاح تجارت این مردم کمتر سر و کار دارند. سابق هم همچون چیزی بود. در داخل بازار هم ما مشکلات زیاد داریم. قبلا هم بود همین مسئله مهریه یا ازدواج یکی از مشکلاتی هست که وجود داشته. در اینجا مهر یا مهریه که به اصطلاح ما بین مردم زواج داره بلندتر است. البته این مسائل در فعلا کمتر شده، در سابق زیادتر بود. این یکی از مشکلاتی است که صدر رای جوان ها هست، یعنی مشکلات رسم و رواج هایی که به اصطلاح در روسیا موجود است و پیشکش های خاصی که موجوده، اینا چیزهای هست که کمک اینجا سنگینتر هست در این ولایت. این هم به تدریج نسبت به سابق کمتر شده، البته تا به حال هم چیزی وجود داره.
از کدام شاعر برای شما بگم؟ بله بله، از شاعر میگی، از خود میگی، مشکل نیست. خوب گپ باشه. یک شعر از البته از موضوعات خواجه صاحب است که من در صفحه فیسبوک هم دارم، میگن یارب نظری بر من درویش نگر، بر این دل زار و خسته و ریش نگر، هرچند نیم لایق بخشایش تو، بر ما من نگر، در کرم خیش نگر. تشکر، یک جهان سپاس. مکشنی شما باش، ما با ما آشنا مرم باشه، قبلا در کجا دیده باشه؟ ممکن در تلویزیون مدلات هسته، قبلا در تلویزیون این ولایت برای تقویمانده از کچی رو میبینیم، مشکلات ها اینجا زیاد وجود داره، امید است که اینا نکاس پیدا بکنه و این جامعه جانبی و یا شما اگر حق نشنا با ما بیتین، ما این رو نشد بکنیم، اگر اجازه نشد باشه، اجازه نشد بکنیم، نشد بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسمی صمیم هستم، یک کنال باشندگان ولایت بادغیس. محصولات بادغیس که هست بیشتر پسته، زیره، نخود، همه چیز هست. بیشتر میشه دیگه؟ بیشتر پسته زیادتر میشه. بادغیس که هست از حساب آب کم مشکلات داره مردم، به خاطر که آب نشیدنی ندارن، کشت و زراعت ما بسیار و مشکلات میخوریم از آب کم، از کم بودی آب. در ولایت بادغیس هر رقم قوم زندگی میکنه، مثل پشتون، تاجیک، هزاره، همه گی مثل برادر زندگی میکنیم با هم. بادغیس که هست ورزش مردم که زیاد دوست دارن ورزش چیه؟ گوشتیه. به موسم بهار که هست گوشتی زیاد میشه، مردم میان به مرکز جمع میشن، اینجا مسابقات برگزار میشه، این جگه که باز گوشتگیرا کلان چی میشه، باز میرن به زون گوشتگیری میشه، از بادغیس میرن به ولایتای دیگه گوشتی میشه، از ولایتای دیگه میان به بادغیس، گوشتی زیاد جذاب میشه. مردم بادغیس که هست ورزش مورد علاقه مردم بادغیس گوشتی است.